سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع دیت صحبت بکنیم. تابع دیت خب در واقع تاریخ رو برای ما برمیگردونه، اما تاریخ میلادی. باید یادمون باشه که توی ایران ما تاریخ خورشیدی رو نمیتونیم به این راحتی توی اکسل داشته باشیم، اما تاریخ میلادی رو میتونیم از طریق تابع دیت به دست بیاریم. تابع دیت همونطور که اینجا هم نوشتیم، کافیه که یه سلولی و مساوی دیت قرار بدیم، سال رو توش قرار بدیم به صورت عدد، ماه رو قرار بدیم به صورت عدد و روز رو قرار بدیم و بعد از اینکه اینتر بکنیم تاریخ رو به این صورت به ما برمیگردونه. یادمون باشه که وقتی تاریخ رو توی یکی از سلول‌های اکسل میذاریم، نحوه نمایش اون به صورت ماه، روز، سال هستش. یعنی الان سال 2018 روز 15 و ماه 6 رو الان داره به ما نشون میده. اگه بخوایم به یک صورت دیگه ای ببینیم، کافیه بیایم توی قسمت فرمت اون با زدن این قسمت مربع کوچیک توی نامبرز و توی قسمت دیت که قرار بگیریم، میتونیم فرمت های مختلف رو اینجا ببینیم. مثلا الان من بخوام سال، ماه، روز ببینم، اینجا به صورت عادی نداره. باید بیام تو قسمت کاستوم بنویسم. اینجا میبینیم که الان به صورت MDYYYY هستش که باید بنویسم YY چارت و Y /MM/DD و بعد از اینکه اوکی کنم، میبینیم که به صورت سال، ماه، روز داره به من نشون میده و ماه رو هم به صورت 0 و 6 نشون میده، یعنی دو رقم. اما یه راهی هم واسه تاریخ دیدن تاریخ خورشیدی هست. باید بیاییم توی دیت. توی این قسمت ما میتونیم اینجا لوکال رو انتخاب بکنیم. بعد از اینکه لوکال رو انتخاب کردیم، باید دنبال تاریخ خورشیدی ایران بگردیم که پرشین نوشته. میبینین اینجا پرشین ایران نوشته و بعد از اینکه این رو انتخاب بکنیم، حالا فرمت های مختلف هم هستش که به صورت روز، ماه، ساله. ما اگر اوکی بکنیم میتونیم ببینیم که به صورت روز، ماه، سال در سال 1397 که 2018 رو چون اینجا گذاشتیم داره به ما نشون میده. اما یادمون باشه که این فقط نمایش خورشیدی هستش، در صورتی که تاریخ به صورت میلادی هستش. و اگر ما بخوایم روابط ریاضی روش انجام بدیم، مثلا دو روز بهش اضافه و کم بکنیم با یا به یه تاریخ دیگه کم و زیاد بکنیم، باید بر اساس میلادی فکر بکنیم. پس این نحوه نمایش تاریخ خورشیدیه. حالا بیایم نکات دیگه‌ای در خصوص تابع دیت ببینیم. تابع دیت در صورتی که خالی اینا وارد بشه ارور به ما میده. پس یادمون باشه که اگر سلول‌های خالی انتخاب بکنیم ارور میگیریم از این تابع، نام ارور میگیریم. و مورد دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم اینجا، توجه بکنیم که سال، ماه و روز رو من اینجا دارم وارد میکنم. بذارین همشون رو خورشیدی بکنم. خب تو اینجا توجه کنیم که من به صورت عادی از سلول دارم سال، ماه، روز رو میخونم، اما میلادی باید بخونم. یعنی وارد باید بشه میلادی به این تابه و بعد نمایشش رو خورشیدی کردم. توی بعدی اگه توجه کنیم، من روز رو صفر دادم. روز صفر که نداریم، به خاطر همین یک دونه از ماه قبل کم میکنه. بذاریم بریم توی تاریخ، بریم توی تاریخ میلادی. خب اینجا اگر توجه کنین 2000، سال 2000 داریم، اما ماه 4 و روز 0 چون نداریم، یه روز کم کرده و روز 31 ماه 3 رو داره به من نشون میده. توی بعدی اگه توجه کنین، ماه رو منفی 2 قرار دادیم و دو ماه داره کم میکنه از آخرین ماه سال 2000. که اینجا اگر باز دوباره من اینا رو بذاریم میلادی کنم که بهتر بتونیم ببینیم، اینجا اگه توجه کنین ماه منفی 2 میشه ماه 12، ماه 11، ماه 10. پس ماه 10 رو داره به من نشون میده واسه روز 20. پس اینجا منفی 2 یعنی دو ماه کمتر از آخرین ماه سال 2000. و اینجا اگر من عدد 10 رو قرار بدم، در واقع میاد به اولین سال ثبت شده به اکسل که سال 0 هست، 1900، 10 سال اضافه میکنه. این هم نکاتی هستش که باید توی اکسل در موقعی که توی تابع دیت رو استفاده میکنیم مد نظر بگیم. ممنون از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco.ltd و کانال تلگرام
یا کالتی دی مراجعه بکنید.